به نام خدا، بنده جواد عمرانی هستم. تو این ویدیو میخوام سه تا از پدیده‌های مهم توی کمپرسورهای صنعتی که مهمترین اینها یکیش پدیده سرج هست، پدیده استونوال و پدیده استال هستش که توی کمپرسورها وجود داره. تو این ویدیو من 0 تا 100 این پدیده‌ها رو بهتون توضیح دادم که یکی از سوالات مهم مصاحبه‌ام میتونه باشه. پدیده مهمی که توی کمپرسورها اتفاق میفته پدیده استونوال یا سنگ شدگی است، پدیده استال یا واماندگی و پدیده سرج یا موج هستش. که پدیده استونوال توی کمپرسورهای سانتریفیوژی یا گریز از مرکز به وفور دیده میشه، به این صورت هست که سرعت گاز ما به سرعت صوت نزدیک میشه و این باعث میشه که کمپرسور ما به صورت ناگهانی بیسته، به اصطلاح میگن سنگ شده. پدیده بعدی پدیده استال یا واماندگی هست، به این صورت که بیشتر توی کمپرسورهای محوری یا اگزیال اتفاق میفته. سیال ما از روی پره ها جدا میشه، به این صورت که سرعت سیال ما اونقدر کم میشه که به پروانه اینقدر زیاد میشه که سرعت سیال ما اونقدر زیاد میشه که از روی پره جدا میشه و این باعث میشه که سیال ما بین دو تا پره تجمع پیدا کنه و این تجمع باعث میشه که فشار موضعی ما افزایش پیدا کنه. پدیده بعدی پدیده سرج هست. این پدیده خیلی توی صنعت اتفاق میفته و فقط هم توی کمپرسورهای گریز از مرکز یا همون سانتریفیوژی اتفاق میفته. زمانی که جریان گاز خروجی ما از کمپرسور اونقدر کم میشه، به کمترین مقدار خودش میرسه، باعث میشه که فشار کمپرسور و توان مصرفیش به شدت افزایش پیدا کنه. به این صورت هست که اون فشار سیستم ما از فشار کمپرسور خیلی بیشتر میشه و باعث میشه که هوای ما به کمپرسور برگرده، یعنی مسیر حرکت سیال ما برعکس بشه. به این صورت هست که فشار سیستم ما از ماکسیموم فشار خروجی کمپرسور زیاد میشه و این باعث میشه که فشار ما، فشار سیستم وقتی که بیشتر میشه، اون گاز خروجی ما نتونه انتقال پیدا کنه. چه اتفاقی میفته که سرج به وجود میاد؟ اگر به هر دلیلی تجهیز یا وادای پایین دستی ما از گاز تولیدی که ما از کمپرسور تولید میکنیم نتونن استفاده کنن، پدیده سرج به وجود اومده. اون مجرای جریان گاز خروجی کمپرسور یا دیسشارجمون گرفتگی توش ایجاد شده باشه، باعث میشه که پدیده سرج اتفاق بیفته. ماهیت گاز ما، جرم مولکولی گاز ورودی ما ماهیتش تغییر کنه، یعنی جرم مولکولیش تغییر کنه، باعث میشه که، یعنی هد استاتیک ما باید ثابت باشه، در این صورت متغیر میشه، دبی ما خیلی کم میشه، به همین دلیل پدیده سرج به وجود میاد. یا اینکه مجرای جریان گاز ورودی کمپرسور گرفتگی توش ایجاد بشه توی بخش ساکشن ما، پدیده سرج به وجود میاد. سرعت دورانی پروانه کاهش پیدا کنه، یعنی اینکه الکتروموتور ما به مشکل بخوره و نتونه این پروانه رو بچرخونه و این سرعت دورانی پروانه کاهش پیدا کنه، باعث پدیده سرج میشه. پروانه کمپرسور ما به بدنه کمپرسور سایده بشه و یا اینکه فشار ورودی ما به فشار طراحیمون خیلی بیشتر باشه یا مین فلو ما از دبیمون خیلی بیشتر باشه. اینجا یک پدیده، یک منحنی سرج هست، به این صورت که محور قائم اون هد دیسچارجمون رو نشون میده و محور افقی ما ظرفیت چرخش رو نشون میده. این نشون میده که هد ما با ظرفیت رابطه عکس داره، یعنی هرچی این بیشتر میشه این کمتر میشه، به این صورت که توی این قسمت اگر هد ما 105% باشه و ظرفیت چرخش ما هم 50% باشه، پدیده سرج ما اتفاق میفته. اگر هد دیسچارج ما 104% باشه، ظرفیت چرخش ما 70% هست و اگر 102 باشه، ظرفیت چرخش ما 90% هست و کمترین حالت اون توی این نقطه هست که 100% توی 100% هد دیسچارج ما
100% ظرفیت چرخش داریم. خسارت هایی که از پدیده سرج به وجود میاد به این صورت هست که لرزش و ارتعاشات شدیدی توی کمپرسور به وجود میاد، یادقان های ما نابود میشن، آببند ها خراب میشن، محورها و کوپلینگ ها و اون تجهیزات ابزاردهی که داریم خراب میشه، روی لولایی که متصل هستن به کمپرسور ما توشون لرزش ایجاد میشه، چرخدنده ها خراب میشه، فوندانسیون ما به صورت تدریجی انهدام میشه و توان مصرفی ما به شدت افزایش پیدا میکنه. حالا برای جلوگیری از پدیده سرج ما چیکار میکنیم؟ یه سری مسیرها و کنترل کننده ها روی کمپرسور نصب میشه که از پدیده سرج جلوگیری میکنه، که این مسیر یک مسیر ونت هست و یک مسیر بایپس هست. به این صورت که مسیر ونت به این صورت هست که توی این قسمت یک شیر اتوماتیک وجود داره که روی فشار معینی تنظیم شده. وقتی که این شیر اتوماتیک باز میشه، مقداری از گاز اضافی که توی دیسچارج ما وجود داره و باز میشه که فشار ما رو افزایش بده خارج میشه. و این یه مشکل اصلی که داره اینه که لاست انرژیمون خیلی زیاده و چون ما یه سری گازهای سمی امکان داره یه سری گازهای سمی داشته باشیم یا گازهای گرونی داشته باشیم و این گازها برای محیط زیست خطر داشته باشه، میان از مسیر بایپس استفاده میکنن که اون حجم زیادی از گاز خروجی که خارج میشه ازش جلوگیری میکنه. به عبارتی به این صورت هست که اینجا یک افتر کولر استفاده میشه. بعد از اینکه اون سیال ما با دمای زیاد و فشار از این قسمت خارج میشه، وارد یک افتر کولر میشه تا دماش برابر دمای ورودی ما بشه. بعد از اون شیر پروسس ما باز میشه و سیال ما از این قسمت بایپس میشه، به عبارتی بر میگرده به گاز ورودی و این چرخه ادامه داره، به عبارتی یه سیکل تشکیل میشه. یه نکته خیلی جالبی که بخوام بگم به این صورت هست که سرعت کمپرسور ما هر چقدر افزایش پیدا کنه پدیده سرج ما تشدید میشه. اگر سرعت کمپرسور ما کمتر از 3000 تا باشه، ما از پدیده سرج مسئول هستیم، یعنی پدیده سرج امکان اتفاق افتادنش خیلی کم است. اگر RPM سرعت کمپرسور ما از 10000 تا بیشتر بشه، احتمال اینکه پدیده سرج اتفاق بیفته بسیار زیاده. بچه حالا که پدیده ها رو فهمیدیم، بریم ببینیم اصلا انواع کمپرسور ها چی هستش. اول انواع کمپرسور ها رو یاد بگیریم و بعدش بیان حالا این پدیده ها رو ببینیم که یکی از بدون شک میتونم بگم یکی از سوالات مهم مصاحبه هستش. اگر بخوام یه مقدمه درباره کمپرسور ها بگم، کمپرسور ها دستگاهیه که سیال تراکم پذیر تحت فشار قرار میگیره و با فشار بیشتر از کمپرسور ما خارج و انتقال پیدا میکنه. زمانی که سیالمون رو تراکم میکنیم، هم دماش و هم فشارش افزایش پیدا میکنه. وقتی هم که متراکم میکنیم، مولکولای ما تماس بیشتری پیدا میکنن و این باعث میشه که اصطکاک زیادی توی تجهیز ما به وجود بیاد. ما توی صنعت کمپرسورهایی داریم که تا 600 بار هم افزایش فشار داریم و این یک اصطکاکی به وجود میاره که خیلی زیاد هست. به همین دلیل این کمپرسورها خیلی گرون هستن و برای انتقال فشارهای بالای دوبار ما استفاده میکنیم ازش، برای فشارهای پایین دوبار از دمندهای دیگه مثل پمپ استفاده میکنیم. انواع کمپرسورها به این صورت هست که ما دو نوع کمپرسور داریم، جابجایی مثبت و داینامیک، که جابجایی مثبت ما به رفت و برگشتی و روتاری تقسیم میشه و داینامیک ما به گریز از مرکز و محوری، که حالا کمپرسور رفت و برگشتی ما به تک اثره، دو اثره و دیافراگمی و روتاری ما به وین، لوب، اسکرو و اسکرول و رینگ مایع تقسیم میشه. کمپرسورهای رفت و برگشتی یا ریسیپروکیتینگ، همطور که گفتم نوع کمپرسور جابجایی مثبت هست، برای فشرده سازی، عمل فشرده سازی توی کمپرسورهای رفت و برگشتی به سه صورت انجام میشه.
مکش که ساکشن بهش میگن یا تراکم و تخلیه یا دیسچارج ما. مراحل مکش ما به این صورت هست که این والو ساکشن ما باز میشه تو این قسمت. والو ساکشن ما باز میشه و با حرکت پیستون به سمت پایین این گاز کم فشار ما وارد سیلندره میشه تا چه زمانی؟ تا زمانی که به پایین ترین حد حرکت خودش یعنی نقطه مرگ میرسه. توی مرحله تراکم این شیر ما بسته میشه، این چوکور مکش ما بسته میشه، پیستون ما به سمت بالا میاد و باز میشه که گاز محبوسی که توی سیلندر ما وجود داره فشرده میشه. این تا چه زمانی اتفاق میفته؟ تا زمانی که به بالاترین حد حرکت خودش یعنی نقطه مرگ میرسه. توی مرحله آخر یا مرحله دیسچارج ما سوپاپای تخلیه باز میشه و گاز با فشار بالا از لوله خروجی ما رانده میشه و این عمل دوباره توی سیستم قرار میگیره و یه سیکلی تشکیل میشه. ویژگی کمپرسورهای رفت و برگشتی به چه صورت هست؟ به این صورت هست که برای دبی‌های کم تا 200 متر مکعب بر ساعت و فشارهای خیلی زیاد تا 600 بار که اصطکاک خیلی زیاد ایجاد میکنه، راندمان این کمپرسورها نسبت به کمپرسورهای دیگه خیلی بالاتر هست. اگر گاز ما، اون ماهیت گاز ما، جرم مولکولیش تغییر کنه، هیچ تأثیر روی کمپرسور ما نداره و این یکی از ویژگی‌های مهم کمپرسورهای رفت و برگشتی هست. پدیده سرج روی این کمپرسورها هیچ تأثیری نداره که در ادامه پدیده سرج رو توضیح خواهم داد. توی این کمپرسورها لرزش خیلی زیاده، میان از یه سری دستگاه به نام دمپینگ دیوایس استفاده میکنن که از لرزش ها جلوگیری میکنه. هزینه تعمیر و نگهداریشون هم خیلی بالاست، چون تعداد سوپاپایی که توی این کمپرسورها وجود داره به شدت فرسایش پیدا میکنه، به همین دلیل هزینه تعمیر و نگهداریشون بسیار بالاست. حجمشون ثابته و هدشون هم متغیره. کمپرسور بعدی ما کمپرسور دورانی یا روتاری است که نوع جابجایی مثبت هست. به این صورت هست که سیال میان این پرها فشرده میشه. توی پرهای اولیه زاویه ما زیاد هست و هرچی به سمت جلوتر میریم پرهای ما زاویهشون کمتر میشه و این باعث میشه که سرعت سیال ما کم بشه. وقتی که سرعت سیال کم میشه قاعدتا فشار و دمای ما هم افزایش پیدا میکنه. ویژگی کمپرسورهای دورانی به این صورت هست که اگر ما یه گازی داشته باشیم که ویسکوزیتش بسیار بالا باشه، این کمپرسورهای دورانی بسیار کاربردی هستن. برای فشارهای پایین تا 15 بار استفاده میشه. سبک هستن، لرزششون نسبت به کمپرسورهای رفت و برگشتی بسیار کمتر هست. هزینه تعمیر و نگهداریشون مشابه گریز از مرکز و یک سوم کمپرسورهای رفت و برگشتی است. سر و صدای خیلی زیادی دارن، به خاطر همین از دمپرهای صدا که به اصطلاح بهشون میگن خفه کن توی بخش ساکشن و تخلیه استفاده میشه. توی این کمپرسورها هم خطر پدیده سرج ما مثل کمپرسورهای رفت و برگشتی بسیار کم هست. و توی این بخش همونجوری که میبینیم، چون که توی این قسمت سیال میان پرها حرکت میکنه و توی این کمپرسورها نسبت به کمپرسورهای رفت و برگشتی دیگه سوپاپ نداریم، به همین دلیل توی کمپرسورهای دورانی هیچ سوپاپی وجود نداره. بعدی کمپرسور محوری یا اگزیال هست که نوع داینامیک هست. به این صورت هست که توی این کمپرسورها یک محور وجود داره که چرخش حول این محور اتفاق میفته. برای کمپرسورهای هوا بیشتر استفاده میشه. حداقل دبی ورودی و خروجی اون هم 8500 متر مکعب بر ساعته. کاربرد زیادی توی سند نداره به خاطر محدودیت هایی که داره. اگر گاز سمی وارد این کمپرسورها بشه تمام تجهیزات رو خراب میکنه، به همین دلیل توی صنعت کاربرد زیادی نداره. کمپرسور بعدی ما کمپرسور گریز از مرکز یا سانتریفیوژی است. به این صورت که
انرژی جنبشی گاز به کمپرسور ما وارد میشه، این انرژی جنبشی ما افزایش پیدا میکنه. به چه صورت؟ به این صورت که با اعمال نیروی گریز از مرکزی که توسط پروانه صورت میگیره باعث میشه که انرژی جنبشی ما افزایش پیدا کنه و در نهایت انرژی جنبشی ما به سرعت و انرژی پتانسیل به فشار تبدیل میشه. ویژگی کمپرسورهای گریز از مرکز یا سانتریفیوژی به این صورت هست که برای فشارهای کم و دبی بسیار زیاد استفاده میشه. به کمپرسورهای خشک معروفه، انرژیشون بسیار بالاست و توی مناطقی که قیمت انرژی ما بسیار پایین هست استفاده میشه. توی این شکل اگر ما این پوسته دور کمپرسور رو باز کنیم به تمام تجهیزاتش دسترسی پیدا میکنیم و میتونیم تعمیر و نگهداری رو به راحتی انجام بدیم. به همین دلیل به تعمیرات و نگهداری کمی نیاز